محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه‌های دیگر هسته‌ای در ایران به توافق و اقدامات اجرایی بسیار نزدیک شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران با بیان اینکه سپاه نمیتواند در عرصه سیاسی بی تفاوت باشد گفت کسانی که حرکت سپاه را مزاحم خود میبینند فضا سازی میکنند و حرفهای امام را به رخ ما میکشند و میگویند که سپاه نظامی است و نباید وارد مسائل سیاسی شود. دانشگاه نوشیروانی بابل روز سه‌شنبه 19 آذر ماه میزبان بازرسان وزارت علوم بود که منجر به تجمعات اعتراضی 500 نفر از دانشجویان نسبت به ریاست آن دانشگاه و همچنین درخواست آزادی دانشجویان زندانی بود. روزنامه اسرائیلی یدئوت آهارونت از سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری این کشور برای تهیه مقدمات حمله نظامی احتمالی به ایران خبر داد و نوشت هزینه های کسب آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران به بیش از 12 شیکل معادل 4 میلیارد دلار رسیده است.